شکایت کرده بود پس از وی پسر بزرگترش عباس و پس از او پسر کوچکترش محمد علی رهبری جامعه بهایی را به عهده گیرند. اما پس از مرگ بهاءالله بین دو برادر اختلاف افتاد و منازعات شدیدی شکل گرفت. ناسزاهایی که بین این دو برادر رد و بدل شد نمونه ای از رفتار داعیه‌داران وحدت عالم انسانی است. پیروان میرزا محمد علی خود را بهاییان موحد نامیدند. بعد از محمد علی پسرش شجاع‌الله که به دستور پدر در سال 1904 راهی آمریکا شده بود، رهبری بهاییان موحد را به عهده گرفت. وی از سال 1934 به مدت 3 سال اقدام به انتشار مجله‌ای به زبان انگلیسی به نام فصلنامه بهایی کرد که در آن به ترویج مطالب و نوشته‌های میرزا محمد علی و سایر بهاییان موحد می‌پرداخت. آنها پس از مرگ شجاع‌الله هیچ رهبری ندارند و عمدتاً در آمریکا ساکن. این فرقه بر اساس وصیت بهاءالله پیرو محمد علی افندی هستند، اما از سوی عبدالبها به سبب اختلافات و درگیری‌ها تکفیر گردیده و ناقض عهد و میثاق خوانده شدند. ایشان علی محمد باب شیرازی را به عنوان مبشر بهاءالله می‌شناسند و به سبب درگیری‌هایی که با طرفداران عبدالبها داشتند، جانشین حقیقی بهاءالله را محمد علی می‌دانند. همچنین به تعالیم 12 گانه و احکام کتاب اقدس اعتقاد دارند. بهاییان موحد برخلاف برخی فرقه های مطرح تشکیلات بهایی، تمامی افراد حتی همجنسگراها را نیز در تشکیلات خود پذیرا هستند. این وضعیت چند دستگی در میان بهاییان همان چیزی است که عبدالبها درباره آن چنین گفته است: اگر بهاییان دو فرقه شوند و با یکدیگر مخالفت نمایند، هر دو باطلند.